اگر اشتباه نکنم شما هم جز همان افرادی هستید که به دلیل برخورد امریکایی ها طالب شدید. مادر پیچ سفید من بالغت زدن از زینه ها پایین انداختن و بکس و دروازه ها و دیت خانه را به هم ریختن. تعداد زیادی از جنگجویان و عساکر و فرماندهان طالبان در یک خط فکری با امیرالمومنین به قول خودتان ملا ایبت الله نیستند. من شاگرد مدرسه نیستم، من شاگرد مکتب و تکنولوژی هستم. یه تو یک محیط، یه تو یک وضعیت دیدم استاد با شاگرد و اوناس یک عمل بسیار فجیر انجام داده. نه من میگم اگر مش نمونه خروار مثال میزنید، خب من در مدرسه های پاکستان لواطت را دیدم فیلمش. پشیمان نیست. الحمدلله. فریضه الهی بود. اشغال برای ما تحمیل شده بود. افغان ها باید مدیون عزی باشند که افغانستان را طالب دوباره بر افغان ها بخشید. شما در 20 سال مبارزه خود با آمریکایی ها و کشورهای غربی در افغانستان هیچ افغانی را نکشتید. افغان را کشتیم، غلامایشان نکشتیم. فقط در میدان وردک فقط یک موتر موتربم به ما انجام شد. 250 میلیون دلار اینا خساره مالی داشت. شما بعد از امضای توافقنامه دوحه چند نفر آمریکایی رو در عملات انتحاریتان کشتید؟ صفر. کدام آمریکایی رو شما کشتید در سالهای آخر؟ شما غیر افغان دیگه کسی رو نکشتید؟ مجبور بودم دیگه، او وقت من حضورم نمیرسید که نظام تبدیل بکنم. ما میخوایم نظر شخصیتان در مورد آقای احمد مسعود بدانیم که چیست. احمد شاه مسعود ابزار شد و کلیش خورد، حالا بچه‌ش اومد. احمد مسعود خودم تشویشی برمانه ما من حیث یک بازیچه غرب بودم. این مارشال دوستم یک یابوی یک وحشی است که بخاطر حتی غرایب جنسی خود مستندات یعنی وجود داره که از بالای فامیلای قماندانای خودی تجاوز کرده. فکر میکنید همین حکومت عادل اسلامی طالبان حاضر است که سراج الدین حقانی وزیر داخله را قصاص کنه؟ سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های من مختار لشکری کاکتوس از یوتیوب چینل من. امیدوار هستم که تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. کاکتوس در برنامه امروز خود میزبان یک فرمانده گروه طالبان است که تحصیلات عالی دانشگاهیش را برای حضور در میادین جنگ در برابر هموطنان جمهوری خواه خود ترک کرده است. میگوید آمریکایی‌ها چندین بار به خانه آنان برای دستگیری او و برادرش حمله کردند که ناکام شدند. خانم‌ها و آقایان، مهمان کاکتوس امروز فرمانده نظامی گروه طالبان شهاب الدین دلاور. سلام و وقت بخیر. جناب آقای شهاب الدین لیوال، عضو نظامی گروه طالبان در وزارت امور داخلی افغانستان طالبان، از اینکه وقت دادید تا امروز در خدمتتان باشیم و مفصل در مورد حضور دو سال اخیرتان صحبت کنیم سپاسگزار هستم. بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. جناب لشکری صاحب، شما و همه عزیزان و دوستان که میکنون ما شما را از برنامه زیبای کاکتوس بیننده هستند،
درود و سلام میفرستم، بخیر و سلامت باشین. تشکر لیوال صاحب. اول ما میخوایم اول بعد از اینکه اول خودتان گرفتم، اول کابل خودم را بگیرم، اول وطن و خاک و دیار خود را بگیریم. چطور است این امانت چند روزه در نزدتان؟ آرام آرامیست و خیر خوبی حکومت و پادشاهی و گذران میگذره سپ؟ الحمدلله الحمدلله، وضعیت بخی امن است، مردم خوشحال هستند، زندگی به طور نرمال روان است، جز کسایی که افغانستان را ترک کردن و فرار کردن و رفتن و خاک و افغانستان و ملت را به حال خود رها کردن، دیگه وضعیت به محالت عادیش روان است. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. ما همیشه همه مردم افغانستان مطمئنن به دنبال این هستند که اگر افغانستان آباد، آرام و پر از صلح و صفا و صمیمیت را ببینن، و ما هم طبیعتا آرزوی ما همین است، اینکه عده‌ای در بیرون از افغانستان برای آبادی افغانستان دعا میکنن و عده‌ای در درون افغانستان برای آبادی افغانستان کار میکنن. خداوند به هر دو طرف توفیق بده که بتونن در یک جغرافیا به نام افغانستان یکی دیگر را تحمل بتونن و زندگی کنن. اما آقای لیوال اگر موافق باشید سوالات برنامه را آغاز کنیم. ما در جایی از بیوگرافی شما خواندم که شما تحصیلات عالی دانشگاهی تان را رها کردید. میشه بر ما بگویید که در کدام قسمت درس خواندید و تحصیلاتتان چه بوده؟ بخیر سلامت باشین جناب لشکری صاحب. ما در غوربند پروان به دنیا آمدیم. از یک سالگی دیگه چون پدرمان مجاهد بود، بعد وقتی که مجاهدین دوره قبل به کابل آمدن، ما هم به کابل آمدیم. در کابل بزرگ شدیم و در کابل مکتب خواندیم، از لیسه نادریه فارغ شدیم. بعد ما با زبان و ادبیات دری در پانتون کابل کامیاب شدم. ما چون رشته را خوش نداشتم نخواندم. اون وقت برادرای ما اینا شرکت ساختمانی داشتن، ما را تشویق به این کردن که در تنها پانتون خصوصی که در اون زمان کاردان بود ما ثبت نام کردم و تقریبا دو سمستر هم من خلاص کرده بودم. سمستر سیوم بود که متاسفانه اشغال و چاپه های امریکایی و بالای خانواده ما شروع شد و همین سلسله به این انجامید که من باید فرار بکنم. ایده محدود وقتی تخار بودم، بعد از اون رفتم حیرتان در زبان انگلیسی و اخمک کوشش میکردم یک چیز تدریس میکردم، و بعد از اون پای ما رسید به سنگر و به جهاد و به قتال و به قهده و به مقابله علیه اشغال امریکا. بسیار عالی. آقای لیوال، ما یک برنامه داشتم همراه با سخنگوی شورای امنیت آقای اشرف غنی، فکر میکنم نامشان اندر بود جناب، فکر میکنم، نمیدانم درست، همین لحظه به خاطر من نیست، اگر شما او رو بشناسید. اونا هم مدتی در میشناسی سبندر، اونا مدتی در نزد امریکایی ها به جرم اینکه طالب بودند در حالی که نبودند به قول خودشان از مکتب به طرف خانه می رفتن، گرفته شده بودن و دستگیر شده بودن و لاتکوب شده بودن و بعد از اون به پل چرخی فرستاده شده بودن و در بگرام زندانی بودن و چی. اونا می گفتن که برخورد امریکایی ها، خود این برخورد در سالهای اول آقای حکومت آقای کرزی و سالهای آقای حکومت آقای اشرف غنی باعث شد که تعداد زیادی از مردمی که اگر طالب هم نبودند طالب شوند، به دلیلی که آنها با آنها برخورد درست صورت نگرفته بود. اگر اشتباه نکنم شما هم جز همان افرادی هستید که به دلیل برخورد امریکایی ها طالب شدید. بله ما قبل از اینکه طالب بشم، حقیقتا من چنانی که باید طالب را میشناختم نمیشناختم، چون در تماس با ایشان نبودم. اما اشغال امریکایی ها و چاپه های اینا بدون قید و شرط به خانه های افغان ها و مسلمان ها یورش بردن و به عزت افغان ها دست انداختن و حرمت خانه های افغان ها را زیر پا کردن، سبب ازی شد که من جبل ما شاید هزاران جوان های مثل ما مجبور به ترک تحصیل و ترک کابل و پایتخت و مجبور به جهاد علیه امریکایی ها و اشغالگران و همکاران داخلیشون شوند. پس بنابراین این تئوری و این احتمال یارگیری طالبان در نزد منتقدینش درست است که تعداد زیادی از جنگجویان و عساکر و فرماندهان طالبان
در یک خط فکری با امیرالمومنین به قول خودتان ملا هیبت الله نیستند. خیلی هایشان هم شاید افکار متفاوت دینی نسبت به ملا هیبت الله داشته باشند، اما به دلیل برخورد آمریکایی ها توسط برخورد نامناسب نظامیان آمریکایی کینه توزی و کینه ورزی باعث شده که طالب شوند، اگر نه شاید با خیلی از عقاید بزرگان و رهبران طالبان هم مخالف باشند. نه خیر، ما زمانی که به خانه ما آمریکایی‌ها یورش آوردن و مادر پیچ سفید من با لغت زدن از زینه‌ها پایین انداختن و بکس و دروازه ها و وضعیت خانه را به هم ریختن، ما مجبور به این که برادرم گرفته بودن، پدرم را گرفته بودن، ما مجبور شدم به این که کابل را ترک بکنم، رفتم تخار. ما در لاغلایی که ما در تخار هم درس میخوندم هم درس میدادم، در اینجا ما در یک کتابخانه رفتم برای شاگردا، ما یک کتاب میخواستم که اونو ترجمه بکنن، مثلا انگلیسی را به دری و دری را به انگلیسی، یک سیستم بود. ما در لاغلای کتابا یک کتاب کوچکی را پیدا کردم به نام جهاد در راه اسلام. زمانی که ما این کتاب را شروع کردم، مطالعه کردم، در یک شبانه روز اگر دروغ نگفته باشم شاید بیش از 50 دفعه من کتاب کوچک را مطالعه کردم. حدیث و آیات قرآن بود که در باره جهاد و در باره جنگ علیه اشغال و علیه کفار، علیه دشمنان اسلام انگیزه میداد برادم. من یک انگیزه مثبت علیه اشغال گرفتم، علیه کفار گرفتم، علیه نظام‌های غیر اسلامی گرفتم، علیه نظام دموکراسی من یک انگیزه جدید پیدا کردم. یعنی عقده ما تبدیل به عقیده شد. آهسته آهسته بر من انگیزه پیدا شد که من باید عملاً مسلح بشم، عملاً با من باید از سرباز امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله باشم تا بتوانم در زیر رکاب جهاد اینا من یک عسکر کوچکی بوده باشم تا علیه اشغال به خاطر آزادی افغانستان و نظام اسلامی مسئولیت جوانی خود را ادا کرده باشم. یعنی در کل این عقده ها تبدیل به عقیده ها شد وقتی که ما در شخصیت های بزرگای خود مطالعه کردیم، وقتی در متانت و بزرگی و خاکساری اینا ما پیش رفتیم، دیدیم که حقیقتا اینا مردمای نیستن که مثل مردمایی که ما شما در 20 سال گذشته دیدیم که میلیاردها دلار دزدی کردن، خانه ها در کابل و در افغانستان ساختن و در دبی و در لندن و در امریکا تا 25 میلیون دلار هم اینا خانه ها خریدن. یه طور انگیزه پیش بزرگای ما نبود. بزرگای ما اولاد خودشان را در ایران قربان کردن، او فامیل خود را قربان کردن. بر ما این انگیزه پیدا شد وقتی که یک بزرگ ما خودش اولادش را قربان میکنه، فامیلش را قربان میکنه. این انگیزه از این دنیایی نیست، انگیزه از این انگیزه الهی است. بنابراین ما تعقیبش کردیم. ما در حدود 16 سال عمری که عضو امارات اسلامی هستم این حقیقتا براتون میگم، ما اینطور یک اسنادی پیدا نکردیم که باید من من حیث یک طالب روشن فکر بزعم بیشتر مردم با یعنی با یک طالبی که من مکتبی هستم، یک طالبی که من شاگرد مدرسه نیستم، من شاگرد مکتب و تکنولوژی هستم. ما یک سوالی پیدا نکردیم که مثلا که من انتقاد دست انگشت انتقاد طرف بزرگای خود بگیریم بگیم که امیرالمومنین تو چرا بچیت چرا فدایی میکرد تو جلوش گرفتی؟ نه، امیرالمومنین بچیش فدایی کرد. یکی از بزرگا براش گفتن که یا امیرالمومنین تو امی بچیت را نمان که فدایی بکنه، چون بچی با ذکاوت است، با استعداد است، در یک بخش دیگه از دین استفاده بکنیم. امیرالمومنین بر ادیب مسئول میگه اگر ما اولاد دیگه مردم میای از زیر قیادت ما قربان میشن، شهید میشن، ما اولاد خودم را نگاه بکنم، به نظر تو ما جهاد علیه جهاد خود ما خط بطلان کش نکردیم؟ بناهن ای انگیزه ما است که ما باید خودم قربانی بتم، اولادم قربانی بتم، به خاطر که ما مجموعاً افغان ها به خاطر آزادی افغانستان و تحکیم نظام اسلامی مجموعاً افغان ها به پای ایستادیم. دیگه قربانی ما با قربانی دیگه افغان ها هیچ فرقی نمی کنه. ما آماده به این هستیم. همین طور بود که بچه خودشان فدایی کردن و شهید شدن و بر ما یک انگیزه مردانگی بر ما ماندن. بسیار خوب. آقای لیوال، میشه در مورد خب بحث این که
یک واژه‌ای به نام انتحار کردن و انتحاری وجود داره، یک واژه دیگر در نزد شما به نام استشهادی و فدایی وجود داره. میشه در این مورد در ادامه برنامه بحث کنیم، اینکه در او حملات انتحاری چه کسانی جان خود را از دست دادن، اینکه او حملات انتحاری چقدر از مسلمانان بیگناه را به کام مرگ برد، جان چقدر انسان بیگناه را گرفت. در این موارد بحث کنیم که من امیدوار هستم شما هم واضح پاسخ بدید. اما من یک سوال دارم از شما. شما همین لحظه شهاب‌الدین لیوال همین حالا را فکر میکنید یک انسان مؤثر، مفید برای جامعه، برای خانواده، برای خود و برای کشور خود است؟ یا او شهاب‌الدین لیوالی که در پوهنتون کاردان درس میخواند، دو سمستر انجینیری رو پشت سر گذاشته بود، سمستر سوم رو آغاز کرده بود و میتونست یک انجینیر بسیار زبده شود، به جای کلاشینکوف در شانه قلم در دست داشته باشه، به جای آتش جنگ و آدمکشی آتش درس و پیشرفت در ذهن و در قلب داشته باشه؟ فکر میکنید کدام شهاب‌الدین لیوال موفق تر، معقول تر و انسانی تر و مسلمان تر به نظر میاد؟ درست است. اگر در شورای کن غربی ها ما را اشغال نمی کردن، اگر مزدوران امریکا و یهود و نصارا، اگر دین فروشان و خاک فروشان خاک ما را بناچیز، بدترین دشمن خدا بناچیز نمی دادن، اگر سرنوشت افغانستان در دست ددمنشان و خوناشامان مثل وحشی های امریکایی ها نمی افتید، اگر ما مجبور به دست گرفتن به تفنگ نمی شدیم، اگر ما مجبور به سخت‌ترین زندگی در دشوارترین نقاط کوههای افغانستان نمی شدیم، اگر ما به نان لقمه احتیاج نمی شدیم، اگر ما سنگ میده نمی کردیم به خاطر امرار حیات و یک مرمی گرفتن سنگ میده می کردیم، ما جهاد می کردیم. ما شاید در این تصویری که فعلا داریم، در این عقده که بین افغان ها ایجاد شده، در این دردی که بین ما افغان ها هست نمی بود. ما شاید متفاوت می بودیم، شاید ما انکشافاتی می داشتیم، شاید ما آل یک مختری می بودیم، شاید ما یک انجینر می بودیم که ساخت سازی در کابل را من هدایت می کردم، در افغانستان را هدایت می کردم. اما پشیمان نیستیم، الحمدلله. فریضه الهی بود، اشغال برای ما تحمیل شده بود. ما نه به امریکا رفته بودیم، نه به هیچ کشور اروپایی رفته بودیم، نه به هیچ تبع خارجی ما خطر ایجاد کرده بودیم، بلکه امریکا آمده بود ما را اشغال کرده بود، اروپایی ها حمایتشان کرد. اینایی که دعوای سیولایزیشن میزنن، دعوای تمدن را دارن، دعوای مدنیت را دارن، اینا مدنیت را در افغانستان زیر پای کردن، حقوق ما مظلوم ها را زیر پای کردن، به خاطر اهداف ای که روسیه را جلو نظامی شدنش را بگیرن، به خاطر ای که چین را اقتصادی شدنش را بگیرن، به خاطر ایران را تهدید کنن، به خاطر که کوریای شمالی را زیر تهدید داشته باشن، اینا افغانستان ما را تختخیز بر خود ساختن و ما را مجبور کردن تا به خاطر آزادی خون بتیم، جان بتیم، جوان بتیم، تا اینا را ما با خون دل از افغانستان بیرون کنیم و دوباره از سر شروع بکنیم. 20 سال رها کردیم، 20 سال در دود و غبار و درد و آتش بودیم، ما بعد از 20 سال دوباره از نو شروع کردیم. به این معنا که یک کسی عروسی میکنه 20 سال اولاد نمی داشته باشه، بعد از 20 سال خداوند برش اولاد میده، یعنی او پژمرده می شده باشه، ضعیف می شده باشه، امیدهایش تقریبا از بین می رفته باشه، انرژیش از بین می رفته باشه، به او اولادی که باید 20 سال پیش پدر می بود 20 سال بعد یک پدر ضعیف است. ما یقینا کسایی نیستیم که افغانستان را باید چنانی می ساختیم بسازیم، اما ما نگذاشتیم افغانستان اشغال شود، ما نگذاشتیم که وطن ما در دست خارجی ها باشه. هر کی تعبیر میکنه، طالب را هر کی تعریف میکنه، ما افغان ها باید مدیون عزی باشن که افغانستان را طالب دوباره بر افغان ها بخشید. از ملک التوایفی، از جدیره های قدرت، از وحشت، از لواطت، از زنا، از این خلاص شد، آری از این فساد افغانستان است. مشکلات ها در بدنی نظام ما، مشکلات ها هست، ما این قبول میکنیم. من نمیگم که الحمدلله بیادر خیر و خیرت هست، مشکلی در نظام نیست، وضعیت نرمال است، مشکلات های بی حد اقتصادی هست، مردم ما در مشکلات هست، در مزیقه قرار دارن، ما خود ما در مشکلات قرار داریم، اما به خاطر یک لقمنان دین ما را، خاک ما را به هیچ قیمت معامله نمی کنیم. خاک می خوریم اما خاک ما را نمی فروشیم. بسیار خوب آقای لیوال،
گفتید هر کس هر چیزی که دوست داره طالب را تعبیر کنه. من میخوام تعبیر خودتان را به عنوان یک از فرماندهان نظامی طالبان با توجه به پیدایش این گروه یا به قول خیلی ها خط فکری و جنگیدن 20 ساله تان و حالایی که صاحب حکومت در افغانستان هستید، تعبیر خودتان از گروه طالبان و از طالبان چیست؟ در حقیقتا من منحیث یک جوان با شما بحث میکنم، نه منحیث. اول آقای لیوال چند ساله هستید؟ من 32 ساله هستم. 32 ساله هستید. چند سال در جنگ بودید؟ بله 16 سال عمرم بود که یعنی ما دیگه رفتیم. 16 ساله بودید که رفتید در جنگ داخل شدید؟ بله ما از صنف 6 مکتب شروع کردیم. از صنف 6 شروع کردید؟ بسیار خوب. پس بله پس نیمه، پس تقریبا دقیقاً 16 با 16 میشه 32، دقیقاً 50% از عمرتان را شما در جنگ و در به قول خودتان جهاد پشت سر گذاشتید و سپری کردید. بسیار خوب. حالا میخوام بدانم، حالا میخوام 50% عمر ما گرفته شده. 50% عمرت شما از شما گرفته شده. بله. آقای لیوال، تعبیر خودتان، تعریف خودتان از حکومت طالبان و گروه طالبان و واژه‌ای به نام طالب چیست؟ ببینید جناب لشکری صاحب، ما اگر دنیا را مطالعه میکنیم، تمدنایی که در دنیا حاکم است، نظام‌های انسانی که وضع شده، مثلا ما نظام‌های لیبرالیسم، نظام‌های فدرالیسم، نظام‌های سکولاریسم، نظام‌های دموکراسی و نظام‌های کمونیسم را مطالعه میکنیم، اینها تماماً به خاطر وضع بهبود و بشریت انسان‌ها به خاطر خودشان یک نظامی را ترسیم کردند تا حد کارآمد بود و تا حد کارآمد نبود و مشکلات ها مواجه شد، نظام ها پس یک دیگه سقوط کردن و در حال تغییر و تبدیل هستند. اما تنها نظامی که تمام مشکلات های جوامع بشری را حل کردنی هست و میکنه و نظام اسلامی است که متاسفانه بعد از فروپاشیدن نظام خلافت عثمانی در جهان اسلام دیگه ما نظامی به نام نظام اسلامی در جهان نداشتیم و تا فیلحال نداشتیم که امارت اسلامی یا امی طالبی که شما میگین اینا امی نظام اسلامی را به نحوی که باید باشه را اینا تهداب گذاری کرده، نظامی که در این حدود است، در این شریعت است، در این قصاص است، در این رجم است، در این بخاطر کنترل و وضع بشری بعد تحریم ها علیه انسان ها وضع شده. مثلا یک انسان اگر یک انسانی را بناحق قتل میکنه، شریعت میگه که باید قصاص شود. چرا خون یک انسان را بناحق ریخته؟ اگر یکی دزدی میکنه، مال یک مسلمان را، امنیت یک مسلمان را مختل میکنه، باید دستش قطع شود تا در آینده برای دیگرا عبرت و دیگر مال یک مسلمان را بناحق نخوره. همچون یک نظامی را ما در اواخر در شرر القرون ما نداشتیم. بنابراین ما این یک تعریف سختی است که ما بتانیم قناعت بدیم مخالفین فکری را، مخالفینی که مثلا در ایدئولوژی دموکراسی اینا تربیت شده باشند. پس شما میگید تعریف مختصر گروه طالبان یعنی یک حکومت اسلامی عادل. عدالت، ببین عدالت را وقت ثابت میکنه. بله ما همین رو میخوایم از قصاص و عدالت دو واژه در کنار یکدیگر یاد کردید. من میخوایم یک سوال داشته باشم. شما فکر میکنید در همین حکومت طالبان به قول شما امارت اسلامی اگر یک شهروند کابلی برخیزه و بیایه و بره در محکمه طالبان شکایت کنه که در یکی از حملات انتحاری سراج الدین حقانی کسی از اعضای خانواده او کشته شده و این ثابت شود، فکر میکنید همین حکومت عادل اسلامی طالبان حاضر است که سراج الدین حقانی وزیر داخله را قصاص کنه؟ فکر میکنید که همین حکومت عادل اسلامی حاضر است که فرماندهان ارشد طالبان را که همین لحظه هم در لیست تروریستان بین المللی هستند، در لیست تروریستان تحت تعقیب بین المللی که میلیون ها دلار جایزه به خاطر یافتنشان هست هستند، فکر میکنید این نظام حاضر است که همانها را قصاص کنه؟ اگر عدل است، من فکر میکنم عدالت را از رهبری آغاز کنید، مردم باور خواهند کرد. اگر نه، خب چه فرقی به قول شما میان شما و دشمنتان مارشال دوستوم است؟ چه فرقی میان شما و دشمنتان نمیدانم عطا محمد نور است؟ چه فرقی
فرقی بین شما و دشمنتان امرالله صالح است. هیچ فرقی بینتان وجود ندارد. تا وقتی که قدرت در نزد دوستم بود، دوستم در جنگ های داخلی کشت. وقتی قدرت دست شما بود، شما در جنگ ها کشتید. و بدترین نوع جنگیدن که همان حمله انتحاری است که جای جای کابل شاهد حملات ناگوار انتحاری گروه طالبان بر رهبری ملا محمد عمر، بر رهبری ملا هیبت الله، بر رهبری شبکه حقانی سراج الدین حقانی، به رهبری و تحریزی و تئوری آقای انس حقانی است. مگر خیر این هست آقای دلاور؟ من فکر میکنم شما به عنوان یک جوان تحصیل کرده و اکادمیک حداقل با بخش عمده از صحبت‌های من موافق هستید. جناب لشکری صاحب، اولا ما باید این را معلوم بکنیم که آیا حقیقتا این ادعایی که شما دارین جناب الحاج خلیفه سراج الدین حقانی حفظه الله آیا این عملات را انجام داده؟ آیا در عملاتی که شما ادعا دارین افغانهای بیگناه به شهادت رسیدن؟ اگر اینا را شما بر ما ثابت تانستین، ما منحیث نماینده شما و منحیث نماینده اونمو مظلومی که در حملات ما به شهادت رسیده، ما وکیلش میشم در محکمه میرم. اینا ثابت بکنین یک مثلا. افغانستان آقای لیوال خواهش میکنم قدم به قدم پیش بریم. قدم به قدم. اگر نه خب قدم به قدم پیش بریم آقای لیوال. من میگم اگر این حملات انتحاری را در کابل، من کابل را میگم، اگر حملات انتحاری را در کابل به قول شما آقای الحاج خلیفه سراج الدین حقانی، آخرش هم در حفاظت خداوند متعال گفتید باشند، انجام ندادند، پس شما در کجا جهاد کردید؟ بخش عمده ی جهاد شما خو انتحاری کردن بود. بخش عمده ی جهاد شما همین قطعه انتحاری است که همین لحظه دارید. مگر منور افراد انتحاری و فدایی به قول خودتان با بشکه های زرد روغن مایع را چند وقت پیش نداشتید؟ مگر در برابر ملا یعقوب و آقای حقانی همین انتحاریون رد نشد؟ اگر شما انتحاری نکردید، پس جهاد هم نکردید. جهاد شما خب 90%ش 99% انتحاری کردید. بفرمایید. امریکا، کره شمالی، چین، فرانسه و و و و اینا چرا بمبرتون ساختن؟ برای دفاع از خود، محافظت از خود. چرا؟ به خاطر محافظت از خودشان. اگر یک بمب به اتم اینا کار بگیرن، مثل که هیروشیمای ژاپن را به دیگر روی کردن که تا بالا اونجا کشت نمیشه، زرعه نمیشه. بله. آیا این به خاطر منافع خودشان برای ژاپن و برای امریکا روا بود؟ 100% ضد بشریت است و 100%. من میگم شما با کسی بحث نمیکنید که ما بگویم که ببینید ما شما بحث داریم، قناعت میتم، قناعت برام بدید. بفرمایید. بحثتان با من است، با مردم است. بحثتان با من است، با مردم است. جناب لیوال، بحثتان با مردم است، با من است. من تنها سوال میپرسم. درست است. خوب درست است. زمانی که امریکا به خاطر منافع خودش از میلیون ها کیلومتر میایه ایج افغانستان را اشغال میکنه، در ایج مادر آف بم استفاده میکنه، در ایج بدترین بمب‌های نایتروجنی و هیدروجنی را استفاده میکنه، در اینجا حملات همانندی که شما میگین افغان ها و ملکی ها را به خاطر مخشوش کردن از هان آمه اینا حملات را انجام میتن و چیش هم مقصرش هم طالب انجام میگن، 59 کشور جهانی کلن آمده بود در افغانستان، آیا اینا بر تو آمده بود گل باراید میپاشید یا به خاطر مقاصد خودشان آمده بود؟ به خاطر مقاصد آمده بودن یا نه؟ اهداف خودشان نداشتن؟ 100%. اهداف خودشان نداشتن، به خاطر پیاده کردن اهداف خودشان خون و موتور را میریختن نمیریختن؟ 100%. آیا تا به حال شده امریکا را کسی در کل دنیا که 1 میلیون انسان فقط در عراق و افغانستان اینا کشته کسی محکمهشان کرد؟ آقای لیوال، من میگم این صحبت ها برای ما بگو. آقای لیوال، نه. آقای لیوال، این صحبت ها آقای لیوال، مگر من شهروند امریکا هستم که سوال را از من میپرسید؟ مگر من نماینده کاخ سفید یا پنتاگون هستم که سوال از من میپرسید؟ من در مورد خاک خود افغانستان و در مورد شیوه مبارزه شما میخوایم بپرسم. ما میخوایم بگویم که آقای لیوال، شما بعد از امضای توافق نامه
توافق نامه دوحه چند نفر آمریکایی در عملات انتحاریتان کشتید؟ صفر. خود آمریکایی آمار میده، شما آمار میده، صفر. چند نفر افغان مسلمان را کشتید؟ چند نفر برادرتان را کشتید؟ چند تا فرزندتان را کشتید؟ چقدر خواهر و مادرتان را کشتید در عملات انتحاری؟ کدام آمریکایی را شما کشتید در سالهای آخر؟ شما غیر افغان دیگه کسی را نکشتید؟ مرا جواب وقت میتین؟ بفرمایید. در دو سالی که ما حکومت کردیم خون یک افغان ریخته شده؟ بله. جنگ است؟ بله، نه خیر. کجا جنگ است؟ نه خیر، جنگ نیست، اما شما 500 نفر جنگ نیست، اما شما 500 نفر پنچیری رو کشتید. به جرم پنچیری بودن. شما ثبوت دارید؟ آقای لیوال، من میگم اگر من وقتی میگم که شما انتحاری کردید میگید سند بیارید. ببینید. من میگم اگر در جنگ پنچیر کسی رو کشتید میگید سند بیارید. اگر سند منظورتان یک ویدیوی تصویری واضحه است که من براتون نشان بدم، خب این اصلا امکان نداره شما تصویری از هیروشیما را بر من نشان بدید. اما وقتی که من براتون میگم جناب لیوال من میگم اگر شما از بحث انتحاری کردن گروه طالبان منکر هستید، پس شما جهاد نکردید. کجا جهاد کردید؟ در کجا جنگیدید؟ شما جنگ چریکی کردید؟ شما چه کردید؟ شما غیر انتحاری دیگه چه کردید آقای لیوال؟ ما بحث به اون بحث میایم. ما برای شما ایرا میگم نه؟ ما شما بحث میکنیم. ما فکر کو بین ما و شما قضاوت را ملت میکنن. دقیقاً. درست است؟ وقتی که شما سوال کردین لطفاً خونسردی را حفظ بکنین ما جواب بدم. اگر برای ما شما یک ترمجه سوال میکنین خیر، من دیگه گوش میگیرم. شما بگوین دلتان را یخ بکنین. جناب نه خواهش میکنم جناب لیوال، مستقیما روی سوال من شما پاسخ ارائه کنید. بفرمایید. خب ببینین، زمانی که ما براتون گفتم که امریکا به خاطر منافع خودشان اتم بمب میسازن و میتونن انسان ها 1 میلیون انسان ها را فقط در عراق افغانستان بکشن، من که امریکا مرا اشغال کرده با 59 کشور آمدم، من ای برای من شریعتم جواز داده، ایمان و عقیدهم جواز داده، وقتی بمب از خود بسته میکنم به مرکز امریکایی ها میرم، صحرآباد بیادر، بیز صحرآباد، بیز میدان وردک، بیز کابل، سیایی، مرکز سیایی در کابل، مرکز پیارتی در پکتیکا، مرکز پیارتی در جلال‌آباد، مرکز فلان فلان فلان، مرکز شورابک در هلمند، ایو کلن توسط عملات استشاری امارات اسلامی از بین رفتن. فقط در میدان وردک در سال 1396-95 فقط در میدان وردک فقط یک موتربم به ما انجام شد، 250 میلیون دلار اینا خساره مالی داشتن، با اینکه بیش از 40 نفر و 50 نفر امریکایی ها مردار شده بودن. 250 نفر، شما یک بار برین در راپور سیگار، در راپور سیگار بعد از این برنامه سرچ بکنین سیگار 2000 تقریبا 16 میایا 2016 شما میدان وردک حمله فدایی او که اونا حتما با متک نوشته میکنن با متک نوشته بکنی که چقدر خسارت دیدن. ما حملات استشهادی کردیم، ما انتحاری نکردیم آقای لشکری، ما انتحاری نکردیم. اگر ضرورت میشد به خاطر دفاع از خاک و دین خود ما هم آماده به فدایی بودیم، اما نه، اما به هیچ صورت خون یک افغان بر ما از میلیاردها دلار بر ما ارزش داره. عزت یک افغان، ما جهاد به خاطر منافع خود نکردیم، ما جهاد را به خاطر حفظ و حفاظت آبروی افغان ها کردیم. طالبا به خاطر آزادی افغانستان و مسلمان ها جهاد کردند. اجازه است؟ بله. شما در 20 سال مبارزه خود با امریکایی ها و کشورهای غربی در افغانستان هیچ افغانی را نکشتید؟ افغان را کشتیم، غلامایشان نکشتیم، اجیرا و بادارایشان نکشتیم. یعنی پلیس، اردو و امنیت ملی، نظامیان این سه ارگان خونشان مبا بود، خونشان مجاز بود ریختن خونشان برای شما؟ آه 100%. 2,265,000,000,000 امریکا در جنگ 20 ساله افغانستان مصرف کرده. 145,000,000,000 را فقط در بخش اکمال اردو و پلیس افغانستان اینا مصرف کرده. یک کسی که نان میته فرمان میته نمیته، امریکا دیوانه بود بر تو 145,000,000,000 مصرف میکرد؟ از نگاه شرعی آیا ای جواز داره یک مسلمان در بخاطر منافع کفار مسلمان برادر خودش را بکشه، بالای خانه ما چاپه بیاره؟ او بیادر 6 بار خانه ما چاپه شده، 6 بار 10 تا امریکایی بود، 7 تا داخلی همراهشان بود. این امریکایی این داخلی را باید بیدایت قرآن است و قاتل هم یلون کن من الکفار، الله متعال میگه شما از کفار نزدیکتر را که غلامایشان است باید قاتل بکشین. اینا غدار هستن، اینا غدر کردن. همین میلیارد دلاری که اینا کشیدن رفتن فرار کردن.
امی سرمایه افغانستان را اینا بردن، تو را به خدا امی غدار نبودن در حق افغانستان، اینا باید کشته نمی شدن، حق تو مظلومه نخوردن، تویی که مجبور به هجرت شدی، تویی مجبور به فرار از افغانستان شدی، مجبور شدی که از افغانستان برای یک مجبوریت تو را بیرون کرده، یک حقیقت است، ولو که از ما بد ببری نبری یک بجای خودش، اما یک مجبوریتی بوده، آقای یک لیبال. عامل جنگ بوده که تو آقای لیبال. آقای لیبال، من میگم که دو بحث در برنامه ببندیم و دیگر ادامه ندیم. یک، اینکه خودتان را با آمریکایی‌ها مقایسه نکنید، به دلیلی که من در سطحی نیستم که قضاوت کنم میان شما و آمریکایی‌ها. دو، خودتان را با رهبرانی که از افغانستان فرار کردن مقایسه نکنید، به دلیلی که همین لحظه مردم افغانستان میگن لعنت به کسانی که در 20 سال دزدی کردن، چور کردن، چپاول کردن، بالاخره معامله کردن و افغانستان را ترک کردن. من میگم شما اگر خودتان را یک حکومت عادل، یک حکومت اسلامی میدانید، بیایید پاسخ خودتان را بدید. شما اگر کسی بیاید و بگوید که آقای سراج الدین حقانی در حملات انتحاری خود یک شهروند بیگناه افغانستان را کشته، این حکومت عادل و اسلامی شما حاضر است که آقای حقانی را قصاص کنه یا نه؟ اگر میگید که کسی را آقای حقانی در حمله انتحاری فرمان کشتنش نداده، خب دروغ است، به دلیلی که در 20 سال اخیر افغانستان ما شاهد عملات پیچیده گروه حقانی در افغانستان بودیم. اگر میگید که گفته انجام شده و در جنگ بوده، پس جنگیدن عساکر اردوی ملی افغانستان هم در برابر شما یک استدلال شرعی داشته دیگه، درست است آقای لیبال؟ ببینید آقای لشکری، اگر من براتون گفتم اگر یک افغان ما عارض میشه بالای هر کسی، بالای خلیفه صاحب، بالای وزیر ما، بالای ما، بالای هر کس، اگر با اسناد و ثبوت به محکمه حاضر میشه، محکمه اسلامی حتما قصاصش میکنه، اگر اسناد مدلل داره، اگر شرایطی را داره که یقینا خلیفه صاحب واجب القتل قاتل بوده و افغان ها را کشته 100%. من مثال براتون میگم، در نظامی محکمی، در محکمه نظامی ما وزیر بندی شده، والی بندی شده، قماندان بندی شده، به خاطر که در مقابل یک افغان ما یک حرف بلندتر گفته بوده. همین حال عام یکی از دوستای ما شب پیش ما آمده بودن، قاضی هستند در یک محکمه، گفت نام وزیر براتون نمیگیرم چون مسئلهش خوب نیست، یک وزیر است، یک قاضی خانه بوده در امارت قبل، این خانه را از یک وطن، از یک افغان ما خریده بوده، این یک افغان که خانه اصلی از خودش بود، برادی آرش شده که این خانه از ما دادی نخرش، این خانه از ما اسناد دارم که اعتنا نکرده، خانه را خریده و خانه را تصرف شده، وقتی جمهوریت آمده این شخص پس بلند شده خانه خودش را گرفته. حال در امارت امی وزیر دوباره بلند شده، زور گفته، خانه او را از خانه کشیده و خانه را از او دوباره تصرف شده، محکمه بالایش حکم کرده که خانه باید خالی شوه و به صاحبش داده شوه، و او شخص افغان ما علیه وزیر حکم کرد، دعوا کرده که چندین هزار دلار ما خساره مالی و جانی کردیم که یادم مرا به دور از خانه کشیده و محکمه در حال ادیت. شما در نزدیکترین وقت شما خبر خواهید شد اگر این محکمه عدالت کرد. هنوز آقای لیوال سر فیلم است، نو فیلمای رئیس ها و وزیرها برآمده، رئیس دیگه پناه بر خدا، شما لحظات پیش از فساد اخلاقی در نظام جمهوریت و دموکراسی یاد کردید. من میگم که چه فجایعی بالاتر از این که در اگر در نظام جمهوریت میگفتن فضلی در ارگ ریاست جمهوری حرمسرا داره، برخوردش با دختران و با زنان جنس مخالف بود، ای که شاید پیش از ای که کاری کنه شاید یک نکاح هم میخونده، اما ای که گفته میشه فیلمی منصوب به رئیس برشنای کابل با محافظ خود همبستر میشه، ای را دیگه ما فکر میکنم که نه شما میتونید تایید کنید، نه امیرالمومنین ملا ایبت الله میتونه تایید کنه، نه هیچ کسی دیگه نمیتونه این عمل زشت و ناپسند را تایید کنه که ای هم جزی از به هر حال مقاومت و جهاد و مبارزه ما بوده. آقای لیوال، از خانواده‌ای که در او به دنیا آمدید قصه کنید، چند خواهر و برادر هستید و از پدر و مادر، و اینکه آیا حضور در جهاد و مبارزه به قول خودتان علیه کفار که برادران مسلمانتان هم شما در آن قطار قرار می‌دهید پیشینه داشته، یعنی برادران بزرگتر و پدر و اینها هم در جهاد قبل از اینکه شما وارد شوید سهم داشتن؟ ما در خانواده جهادی به دنیا آمدیم، پدر ما در جهاد علیه
روزها زندانی هم شده بود و مجروح هم شده و سلسلتاً میراث جهاد به ما رسیده. ما تقریبا هفت برادر هستیم و شش خواهر هستیم. پدرم دو خانم داره و همچنان از ما برادر دو تا برادر بزرگتر ما هم در این سنگر جهاد بودن. قبل از ما اونا جهاد را شروع کرده بودن و این سلسله ما در امی طول انقلاب 20 ساله. اما سه برادر یعنی عملا ما مشغول جهاد علیه اشغال امریکا بودیم. اما با توجه به اینکه خودتان به هر حال درس مکتبی خواندید، فکر میکنم یک خانواده باسواد هم هستید. این گونه نبوده که به هر حال درس دو تا مکتب... برادر دیگه ما انجینر هستند. اونا هم انجینر هستند. بله. از خواهرانتان قصه نکردید، باسواد هستن یا بی سواد؟ خواهران ما الحمدلله کلا باسواد هستن. مدرسه خواندن، مکتب نخواندن؟ مکتب هم خواندن، مدرسه هم خواندن. مکتب تا صنف 7 و 6 خواندن و بعدا رفتن دیگه مدرسه شامل شدن. مدرسه را یک خواهر ما مدرسه را تا 16 سال خوانده، یکشان 14 سال خوانده، یکشان 12 سال خوانده. بالاتر از صنف 6 و 7 چرا اجازه ندادید به مکتب برن؟ دیگه او عنانات و ایجاب از دیره نمیکرد. مکتبا مسئول عناناتتان عناناتتان یا عقیده اسلامیتان آقای لیوان؟ نه ببینید ما حول مکتب مسئول نبود، بخاطر امی ما نخواستیم که دیگه از بیشتر درس بخوانن. بسیار خوب. خودتان که در پانتون کاردان که اتفاقا جز پانتون‌های خصوصی و خوب کابل و افغانستان بود و اتفاقا چون من یگان دفعه مسیر خانه به دفتر بود میدیدم وقت رخصتی ها بچه ها و دختر های بسیار شیک و مقبول و آراسته در اونجا درس میخواندن، وقتی درس میخواندید چقدر برای جنس مخالف برای دختران مزاحمت میکردید؟ به دلیلی که خب دیدگاه تانی بوده که هر کسی که تا این اندازه درس میخوانه و میایه مشکلی در آستین داره. ما ضرورت نداشتم اون وقت، ما سندم کم بود، سندم عادی نبود که باید مزاحمت میکردم. خب. من در سند 15 سال و 14 سال ما تقریبا پنتون را شروع کردیم. سند عادی نبود که ما باید عیاشی میکردم. خب اما دیدگاهتان در مورد همسنفیاتان این بود که اینا دختران و زنان خوبی نیستن که در این سن و سال آمدن و پنتون میخوانن و درس اکادمی کنن؟ ما این جرات به خودم نمیتم که درباره شخصیت هیچ کسی قضاوت بکنم. حالایی که دروازه مکاتب را بر روی دختران بستید، این خودش قضاوت پیشاپیش نیست؟ نه، ما امارت اسلامی محیط را بر شما برابر میکنی. یک بحث بسیار جدی است. اگر من بایدون بحث بکنم آقای لیوال زمانی که درس میخواندید محیط برابر نبود؟ زمانی که در پانتون کاردان درس میخواندید نبود محیط، به طبیعت ما نبود. چرا درس میخواندید وقتی به طبیعت تان نبود؟ مجبور بودم دیگه، او وقت ما حضورم نمیرسید که نظام تبدیل بکنم. چرا مدرسه نمیرفتید؟ مدرسه ما انگیزه ما مدرسه ای نبود، ما مکتب خوانده بودم و میخواستید درس اکادمیک را ادامه بدید. رشته ما بود، ما رشته ما اکادمیک بود. بسیار خوب. آقای لیوال، من که میگم شما عقیده ای وارد گروه طالبان نشدید، با کینه ای که از برخورد امریکایی ها با مادرتان صورت گرفته وارد شدید، قبول نمی کنید. اینو برام جواب بدید آقای لیوال، اگر عقیده شما با عقیده امیرالمؤمنین ملا هیبت الله به قول شما یکیست با رهبرتان، واقعا شما موافق بسته بودن دروازه مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران افغانستان هستید؟ ببینید، در کوتاه مدت بله، اما در دراز مدت نه. هر از زمانی که نظام های اسلامی از بین رفته و جامعه اسلامی را کفار از بین برده، توسط اینمی طبقه اوناس ما از بین برده. بخاطر ذهنیت سازی خواهران ما که ما باید یک مادر باسواد و عالم دینی داشته باشیم تا که بتوانه یک اولاد سالم را به جامعه تقدیم بکنه، اینا باید قبل از اینکه به علوم عصری میرن علوم دینی را فرا بگیرن. علوم دینی را زمانی که علوم فردی که تا حد اندازه‌ای که باید علم فرد را یاد بگیرن،
بعد از محیط مهم است، بهتر مهمترین اصل محیط است، یک محیط سالم، یک محیط، یک جوان با یک جوان ما باید انگیزه از این داشته باشه. هر دختر، هر جوان، هر دختر جوانی که در راه میگذره خواهر ما است. هر دختری که من میگم دقیقاً مشکل همین است که ما فکر نمی‌کنیم که دختران دیگر اگر سنشان کمتر از ما از خواهر ماست، اگر بزرگتر از ما از مادر ماست. ما در تعبیر دوست مجاهد دیگرتان، تعبیرش این است که اون مردی که با یک دختر یا زن نامحرم در یک اداره کار میکنه یا در جامعه سر میخوره، اگر تحریک نمیشه اون مرد هیچ مرد نیست. من میگم وقتی که اون مرد در برابر او زن تحریک میشه، مشکل از اون مرد است دیگه، مشکل از اون زن بیچاره نیست که او رو در خانه قفل کنید که من تحریک نشم. آقای لیبال خواهش میکنم صادقانه بگویید، صادقانه. آیا بندی کردن، زندانی کردن زنان در خانه هایشان، مانع شدن به سر کار رفتن آنها، مانع شدن از به مکتب رفتن آنها میتونه اسلام را در افغانستان نجات بده؟ فکر میکنید با بیرون شدن زنان از خانه، با به سر کار رفتن، با درس خواندن، با مکتب رفتن، با باسواد شدن، با هوشیار شدن، با در نسل آینده مادران و خواهران و همسران با باسواد داشتن، فکر میکنید اسلام به خطر میفته؟ کجای اسلام با باسواد شدن زن مخالف است؟ جناب لشکری صاحب، در اسلام دومین راوی و بزرگترین راوی احادیث رسول الله مبارک ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها است. دومین راوی احادیث است. اگر علما درباره شخصیت ام المؤمنین این را میگن، اگر عایشه رضی الله تعالی عنها احیانا در عمر جوانی با رسول الله مبارک ازدواج نمیکرد، بزرگترین بخش دین اسلام که بخش اوناس ما است دیگه، همونطور سردرگم میماند و این برای مسلمان ها نمیرسید دیگر. از این ما این تعبیر را گرفته میتونیم که در اسلام علم دینی، چی علم اصلیت و چی علم دینی است، برای زن و مرد فرض است و ضرورت است. با او حدی ضرورت است که ماهیتاج جامعه را اینا رفع کرده بتانه. و اهمترین مسئله در اینجا یاد شده که امی طبقه اوناس ما باعث این نشن که جامعه مختل بشه، فساد با وجود بیاید. و یکی حکومت ها ظرفیت ای را داشته باشند که امیز جلوگیری از فساد بکنند. یک خواهر ما که وقتی به پانتون میره، به مدرسه میره، به مکتب میره، به هر قانون تعلیمی که میره، باید مسکون بره و مسکون بیاید. بنابراین امی زمینه فعلا مساعد نشده. امارت اسلامی تنها دلیلی که میگه، اینمی دلیل را میگه، دلیل نصاب را میگه که دو مشکل عمده است که ما میگه. ببینید جمهوریت در 4 سال نتونست که کل جهان با امرایش همکار بود، دلار، بودجه های دلار و تیاره های دلار به افغانستان می آمد. اما شما و شما از امارت اسلامی توقع داریم که در 2 سال بعد کل دنیا را گل و گلزار بکنند. و انشاءالله من این را یقینی میگم، نه من خودم شخصا، من یک محیط خوب، محیط سالم، محیطی که یک دختر، من وقتی من دخترم را به مدرسه روان میکنم، من دیگه ذهن مشوش نباشه که ای در راه میره میایه به این مشکل پیدا نشه، به این کدام این نشه و این نشه. این امی یک محیط جور کردن کار است، امی نصاب جور کردن کار است، امی ترتیب برابر کردن به کار است. انشالله که ای ادامه خواهد پیدا کرد. من ای را مطمئن باشین، من ای را براتون اطمینان میتم که شما این اوید را خواهید شنید که امارت اسلامی با یک نصاب جدید، با یک فکر جدید، با یک چاپیریال و یک محیط جدید در مکاتب و در بروی دختران باز خواهد شد، که الحمدلله در مکاتب اگر بند است، در مدارس باز است. ما امی خلای علمی واقع نشده، خواهران ما، دختران ما فعلا به مدارس دینی میرن. انشالله که به مرور زمان مرفوع خواهد شد. آقای علیوال، یک سوال شخصی از پشتون بپرسم، هرچند که شما خودتان مدرسه نخوندید، نه؟ خواندیم تا حد من نیمه ملا هستیم. آقای علیوال، یک سوال شخصی از پشتون بپرسم. گفتید فضای مکاتب برای دختران امن نیست، فضای مدارس چقدر برای دختران و پسران امن است؟ امن است الحمدلله، چون مدارس، اساتید تمام مدارس اوناسیه
در کل اوناسی هستن و ببین یک انگیزه در مکاتب هم یک انگیزی در مکاتب هم در 20 سال در 20 سال حکومت آقای غنی هم همونطور بود. استاد دختران دختر زن ما آقای لشکری در دانشگاه را من نمیگم دانشگاه را نمیگم اما مکاتب معلم مرد از دروازه داخل شده نمیتونست آقای لیوال. آقای لشکری ما صنف 6 مکتب شروع کردیم. در صنف 6 ما حادثی خطرناکی را دیدیم. یعنی قسم بالای ما شما حق ندانه یعنی ما برتون قسم میخورم ای تو یک محیطی تو یک وضعیتی را دیدیم. استاد با شاگرد اونا یک عمل بسیار فجیع انجام داد. ما اون وقت این چیزا را بسیار به ذهن ما نمیاد بسیار کوچکم بودم اما یک تصویر بد در ذهن ما بود. آقای لیوال اگر میگید مش نمونه خروار است خب من یک تصویر بسیار وحشتناک از مدرسه ای که در پاکستان که اتفاقا اکثر رهبران طالبان در پاکستان در مدارس درس خواندن و فرماندهان یک صحنه وحشتناکی را فیلمش است میخواهید براتون امیل از نشان بدم سرچ کنید خودتون در یوتیوب ببینید. امی مولوی که گفته بود جهاد در افغانستان فرض است کی بود؟ امی مولوی پاکستانی که تمام علمای اسلام در همه دنیا گفتن جنگیدن در افغانستان اجازه قانونی و شرعی اسلامی نداره تنها امو گفت که اجازه است. من یک فیلم از امو رو دیدم که همراه یک شاگرد خودم بستر شده بود یک شاگرد مرد خود. بیایید نه من میگم اگر مش نمونه خروار مثال میزنید خب من در مدرسه های پاکستان لواطت را دیدم فیلمش نیست. مولوی فضل الرحمن بود نامش چی بود امو آدم نیست. آقای لیوال شما در صنف 6 مکتبتان یک معلم مرد که یک دختر دیدید ما همین لحظه بیایید که من پیرمرد 60-70 ساله را که ریش سفید نشان بتم که از شاگرد خود چی میکنه در مدرسه. شما میگید فضای مدرسه امن است. آیا شما مطمئن هستید تمام مدارس که در کابل از فضایش امن است؟ شما مطمئن هستید تمام مدارس که در افغانستان از فضایش امن است؟ اگر امن نباشه کسی اولاد و خانوادهش را نمیفرسته. شما از افغانای در 20 سال در 20 سالی که در مکتب شما درس خواندید فضایش امن نبود پدر مادرتان چرا شما رو به مکتب روان میکرد؟ ما بخش و ذکوره براتون نگفتیم بخش اوناس گفتیم. من میگم از برای خدا اوناس سرجاش بودید که در مدرسه ذکور در امن نیست. نه خیر ما در بخش ذکور مدار مکاتب باز است. در بخش ذکور شما چی مشکل دارید؟ من میگم ذکر کنید ذکور در مکتبا بانید اوناس در مدرسه به خاطر که ذکور به خیالم در مدرسه برش بسیار جای خطرناک است. اکثر فیلم ها که میبرای از ذکور است. بسیار خب آقای لیوال یک سوال دیگه سایسه بحث به پایان میرسانیم. فقط میخوایم یکی چند سوال از شما داشته باشم و بعد از شما خداحافظی میکنم. آقای لیوال گفته میشه که اکثر رهبران و فرماندهان طالبان در خب مخصوصا در این 20 سال حکومت آقای کرزی و آقای غنی در پاکستان زندگی می‌کردند و در پاکستان حضور داشتند و در پاکستان جنگ را در افغانستان مدیریت می‌کردند. دقیقاً این همان نقطه است که مخالفین سیاسی شما در حال حاضر در برابر شما استفاده می‌کنند. میگن که خب بیگانه بیگانه است چه پاکستانی باشه چه ایرانی، چه ایرانی باشه چه آمریکایی، چه آمریکایی باشه چه روسی، چه روسی باشه چه چینایی رفیق خوب امارت اسلامی و گروه طالبان، بیگانه بیگانه است. اگر واقعا آمریکایی‌ها بد بودن و شما آمدید و آقای غنی را با بیچاره چپلیاش دواندید از افغانستان به جرمی که آمریکایی است، چه ضمانتی وجود داره که ملا آیت الله پاکستانی نباشه؟ جناب لشکری صاحب در پاکستان بیش از 5 میلیون افغانان مهاجر هستند، در ایران بیش از 3 میلیون مهاجر هستند، در اروپا و امریکا و این قاره ها حدودا شاید 1.5 میلیون مهاجر ما مسافر داشته باشیم. نه زیاد چه حالی مخصوصا در دو سال آخر به فضل و رحمت خداوند به زور شما بسیار زیاد شد. گریه زیاد شده من میگم از کجا معلوم که ملا آیت الله پاکستانی نباشه؟ صاحب ببینید ما 14 سال قبل از فتح، یعنی دو سال این فتح را نمیگم، 14 سالی که ما در نظام امارات اسلامی بودیم تا والی تا مسئول کمیسیون تا حلقات همیشه در ولایت ها بودن، همیشه با ما در سنگر همجوار میرفتیدن. امیر المؤمنین حفظه الله در قندار، در زابل، در هلمند، در لابلای ولایت ها اینا گشت داشتن و
تا به حال هم کسی تصویرش رو نداره، از بیشتر مسئولین ما تصویر ویدیوهایش رو نبود. اونا میتونستن هر جای گشت گذار بکنن. یک بار مجاهد صدر در یک مصاحبهشون گفته بود میگه مرا در یک جای مرا گرفتن، اما چون تصویر از من داشتن مرا نمیشناختن مرا ایلا کردن رفت میگه پیشون، چون این برشان سخت نبود که هر جای اینا گشت میکردن. یعنی شما تایید میکنید، شما به این عقیده هستید آقای لیوال که در این 20 سال مولا آیت الله در افغانستان بوده پاکستان نرفته بوده؟ ما یقین به این دارم که در افغانستان بودن و رهبری جهاد را از افغانستان رهبری میکنن. پاکستان نرفته بودن؟ نه خیر. بسیار خوب، تشکر آقای لیوال از شما، سپاسگزار از که وقت دادی تا مفصل صحبت کنیم. فقط ما میخواییم در پایان چند نام برایتان بگیرم و نظر شما را، نظر شخصیتان را در مورد این افراد بدانم که چی است، هر چیزی که واقعا در دلتان است آقای لیوال بیان کنید. نام خدا، از شیوه صحبت کردن تان معلوم است که واضح و بی‌پرده در مورد عقایدتان صحبت میکنید. ما میخواییم نظر شخصیتان در مورد آقای احمد مسعود بدانم که چیست. احمد مسعود یک بازیچه است، یک طفلکی است که در دست استخبارات جهانی یهودایی که مثلا دنیا را اینا کنترل میکنن، احمد مسعود یک بازیچه است به آسیای میانه، مخصوصا برای نظام های اسلامی که از یک نوع ابزار استفاده بکنن. احمد شاه مسعود ابزار شد و کلیش خورد، حالا بچهش آمد. احمد مسعود خودم تشبیش برای مانید مامن هست یک بازیچه غرب را میانه. بسیار مارشال دوستم، این که بچه نیست، خرد نیست، کلان آدم. مارشال دوستم یک یابوی، یک وحشی است که به خاطر حتی غرایز جنسی خود مستندات یادی وجود داره که از بالای فامیلای قماندانای خودی تجاوز کرده. عبدالرشید دوستم از نگاه عقیده مطلقاً کمونیست است، هیچ نوع عقیده به اسلام و شریعت به ایگفا نداره، فقط یک مهره استخباراتی است که استفاده میشه. بسیار خوب، آقای جنرال سمیع سادات. سمیع سادات یک بچگه که فلم بود، یک بچگه که بود که فراشوتی آمد به افغانستان و تشویقش کردن و لکها هزار دلار به خاطر مشهور شدنش در تیک تاک و فیسبوک و اینستاگرام و تویتر مصرف کرد. سمیع سادات را سمیع سادات را و الا ما شما میفهمیم که پایلوچ از میدان جنگ گرفت. اما نبرد نظامی او در هلمند که یکی از پایگاه‌های اصلی حکومت گروه طالبان آن زمان بود نشان دهنده چیز دیگری است. در یکی از مصاحبه‌های خود با من هم گفت، در همین کاکتوس گفت که در یکی از جنگ‌های بسیار نامی ملا یعقوب تنها یک موتر سراچه برش ماند که کدونمو فرار کرد از پیش ما، اگر نه او هم گرفته بودیم ما. والا فرار خویا کردن و چقدر جالب است به سفید چشمی میگن که میگه ما یا فرار کردن. سمیع سادات خواهرش در تا حال یک وقت وزیر هم شد، مشاور هم شد، در پارلمان هم آمد. بزور حسن خواهرش ای آمد مشهور شد. خواهرش در فکر کنم قضیه کابل بانگ هم فرار کرد از افغانستان رفت. سمیع سادات بزور ناموسش تا اینجا رسیده بود دیگر، شما یاد بکنید. بسیار خوب، آقای سراج الدین حقانی. سراج الدین حقانی در دو جهاد، در دو اشغال افغانستان، در مقابل روس‌ها و در مقابل امریکایی‌ها، بیش از 54 تن از اعضای خانواده‌شان را از دست داده، 4 تا برادر شهید شده و والد محترمشان در این راستا در تربیه جهاد و در تربیه اداره سیستم جهادی در مقابل امریکایی‌ها که بزرگترین ضربات و کوبنده را که بر امریکایی ها وارد کردن، حقیقتن که اینا خانواده خلیفه صاحب بودن، حقانی صاحب بودن که امریکایی ها را برانو شاندن و جناب خلیفه صاحب یک طبیعت بسیار نرم، یک طبیعت بسیار اجتماعی، یک آدم بسیار دلسوز. اگر من اینو نمیگم شما از مردم عام پرسان بکنیم این وقتی که با مردم عام مواجه میشه چقدر یک آدم شکسته نفسی است. چطور یک آدم دلسوز میتواند دستور حمله انتحاری رو بده؟ من نمیدانم. البته یک فیلم پدرشان آقای جلال الدین حقانی هم هست، در کاخ صفحه دیدید حتما دیگه، سالهای بسیار قبل. آقای زلمه خلزاد یک ترجمان بسیار جوان است که یک فیلم آقای حقانی در کاخ صفحه در امریکا هم است. بسیار خب،
شما که به هر حال پانتون کاردان خواندید این آدما رو میشناسید دیگه، آریانا سعید. من نمیخوام در این باره هیچ حرف بزنم، برای شما کافیه، هنرمند شما هست. بسیار خوب آقای لیوال، ما میخوایم فقط یک نظرتان بدانم، بر من جالب شد، جز سوالات من نبوده. تعریفتان از هنر چی است؟ هنر چیزی است که انسان از ذهن و از فکرش یک چیز اختراع بکنه. من این را هنر میگم. میشه نام یک چهار هنرمند خوب افغانستان را در کل تاریخ افغانستان برام بگیرید؟ یا افغانستان هیچ هنرمند نداشته؟ نه، هنرمند ما شعرهای داشتیم، ما شعرهای بسیار بزرگی داشتیم، بلخی داشتیم، ما مثلا هنرمندای که شعرها بودن، هنرمندای بودن، نویسنده های خوب داشتیم. ما این هنر میگم، هنر میشه چهار هنرمند بر من نامش بگیرید آقای لیوال. شما به هر حال آکادمی که درس خواندید، دو سال انجینیری، دو سمستر انجینیری خواندید و حالا هم جز مجاهدین خوب گروه طالبان هستید. همین رو هنگ کردم که من چرا هنرمند باور شما میگم.